عزیزان دل، همراهان گرامی، سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت هم بر تن داشته باشین. دوستان نهایت عزیز، باز هم برگشتیم با چند خبری جدید از کشور ایران در مورد مهاجرین افغانستانی. عزیزان دل، خبر اول ما راجع به باز بودن و یا بسته بودن دفاتری که خدمات اجرا میکرد برای اطباء که از کهریزک و ورامین و صادق علی اینا بود. ما چند روز قبل هم یک گزارش ساخته بودیم که یک اطلاعیه به نشر رسیده بود و عدد دیوارهای زنام نصب شده بود که دیگه خدمات در این مراکز اجرا نمیشه و از آمدن و مراجعه کردن در این ساحات خودداری بکنیم، که اطلاعیه همی اطلاعیه بود که من گوشی صفحه میمونم رو با هم میخوانم یک بار. قابل توجه محترم افغانستانی، با توجه به این که طرح تحویل کارت هوشمند افراد زیر 18 سال به اتمام رسیده، لذا سامانه اجرای طرح قطع شده است و مراکز ورامین و کهریزک تعطیل است. لطفاً مراجعه و سوال نفرمایید. دوستا، این گزارش ما چند روز قبل نشر کرده بودیم و دلایلش هم گفتیم که به چی دلیل بسته شده و چرا بسته شده. ولی دیروز بعض دوستای ما از ما سوال کرده بود که این مراکزی که شما گفتین که بسته شده ولی فعلا باز هست و به کار خود به شکل نرمال ادامه میده، و ما تحقیقات کردیم به صفحات هم که نشر کرده بود و بعض دوستای ما که اونجا رفته بود و دوستا اونجا درست است، باز هست فعلا، که این اطلاعی جدیدم ما شما میخوانیم. این اطلاعی هم از صحه هست که برای ما روان کرده، برای ما گرفته، که از باشگاه شهید نظرعلی شیرکوند در اونجا یه اطلاعی نصب شده و همچنان همون اطلاعی قبلی که ما پیشتر خواندم خدمت شما ارائه کردم او هم نصب است در اصلاح، و در اینجا فقط دیگه تمام خدمات همه چیز مکمل ممنوع هست، بند هست، و دوباره خواهش کرده که لطفا سوال کردن و مراجعه کردن در این مورد لطفا خودداری بکنید و فقط در مورد صدور برگه المثنای سرشماری اینا خدمات اجرا میکنه و به دلیل و شرطی که اینا مدارکشون تکمیل باشد، تکمیل به این معنی که از طریق سایت و یا مسایت کن نوبت کس از دو طریق نوبت گرفته باشه و همچنان برگه کلانتری محلشون زمینه زی باشد و کپی برگه سرشماری سابقشون که گم شده و هم زمینه باشد و همو استعلام که از طرف سایت داده ای عرصه مدرک با هم باشد و بیاید اینجا مراجعه بکنه در این مراکز، اینا برشان دوباره برگه جدید میدن. در غیر او صورت دیگه همه موارد هر چیزی که هست اینجا مکمل ممنوع هست. دوستا، شاید اطلاع درست خوانده نشه و شما نتانین، ما با هم میخوانیم اطلاع را. به اطلاع میرساند مرکز ورامین صرفاً متقاضیان برگه المثنای سرشماری استان تهران مشروط به دارا بودن نوبت اینترنتی به مرکز ورامین، کپی برگه سرشماری، گزارش پلیس را به منظور بررسی مدارک مزبور و نوبت دهی به دفاتر کفالت پذیرش می نماید. لذا غیر از کسانی که برگه سرشماری و سرشماری آن مفقود شده و یا به سرقت رفته و متقاضی المثنا هستند، سایر متقاضیان برای امور دانش آموزی، گواهی شماره یکتا، کارت هوشمند و سایر موارد به مراکز مراجعه نفرمایید. از پاسخگویی معذوریم. دوستان، اینجا اطلاعی دیگه واضح کلان و در بالا هم ذکر است که قابل توجه اطباء افغانستانی مکمل نوشته هست که از سایر موارد ما معذوریم، لطفا مراجعه نفرمایید و وقت ما رو نگیرید، وقت خودم. فقط کسایی که خواهان برگه المثنا هست، المثنای برگه سرشماری، برای همو کسا داده میشه، برای کسای دیگه داده نمیشه. و حالا اگه برین دینج سابق به حد بیروبار بود که شاید یک روز دروز نوبت برای شما نمیرسید. حالا خیلی شاید اگه برین در بسته ساحه و بسته منطقه اگه ببینید شاید 3-4 نفر به خاطر پیش برد کار خود نامده باشه و مقصد 3-4 نفر کارمند هم مانده و دیگران نیستک. دیگه دوستا، یه گزارش بود در این مورد. و مسئله دیگه که ما دیروز یک گزارش به خاطر آموزش داده بودیم و یک ویدیوی نشر کردیم مبنی بر پر کردن اسکان مجدد سازمان ملل، کسایی که در ایران هست، در تهران هست و سایر استان‌ها،
و در اینجا بعض دوستا سوالاتی داشتن، خواستم در این مورد کوتاه بگویم برای شما که سوالای دوستا حمل شوه و بعض کسا یکم گوری سوی تفاهم برشان رخ داده و این مسئله حمل شوه. مسئله اول همی سوی تفاهم است. دوستا اکثریت کسا اکثریت نباید سه چهار نفر کومنت داده بود که ما شنیدیم که وقت از تا 11 آبان ما بوده، یعنی که وقتش گذشته، شما ناوقت برای ما شیو ثبت نام کردن و آموزش چه برای ما نشر کردین. دوستا در هیچ جای شما پیدا نمیتونین که اینا تاریخ ختمش هم ذکر کرده باشه. درست از آغازش سه چهار روز بیشتر نمیشه، ولی تاریخ ختمش در هیچ جای شما پیدا نمیتونین و نشر نکرده و زبان هیچ کدام از اینا بیرون نشده تا 11 یا 15 یا 20 تا چند. اصلا تاریخ ختمش معلوم نیست. هر زمانی که به پایان برسه خود از اینا مکمل شاید اطلاع نشر بکنه یا خودشان یکشان به شکل تصویری برای شما بگویه که تا این تاریخ شما دیگه نمیتونین فرم پر بکنین. این مسئله ای که سوی تفاهم رخ داده بود برای شما. و مسئله دیگه دوستای نهایت عزیزی است که کسایی که این فرم پر میکنه و وقتی که ثبت میشه به شکل موفقانه بازی قسم گیمیل برشان میه که از طرف ایران تهران پرودکشن امی ایمیلشون هست که برای شما روان میکنه که فرم شما به شکل موفقانه برای ما رسید، هم در زبان فارسی توضیحات دادن و هم در زبان انگلیسی. این دو موضوع. موضوع سیوم دوستا، اکثریت کسا گفته بود که شماره تماس ما را قبول نمیکنه و یا نمبر واتساپ ما را قبول نمیکنه. دوستا متاسفانه مشکل هست، نمیفهمونم نمبرهایی که شما استفاده میکنین و بعض نمبرهای دیگه که ثبت نمیشه، مشکلش این است که شاید پیش از اونها ثبت نباشد به دلیل شاید قبول نکنه یا کدام مشکل داره. شما کوشش بکنین از برادر خیش قام هر کسی که بالاش اعتماد دارین نمبر از اونها را جاگزین بکنین و کار کنین که ثبت شه. به دلیل نمبر دیگه کدام خصوصیات و امتیازات نداره که شما به خاطر ضرورت شوین یا کدام مسئله دیگه پیش بیاد. فقط در نمبر یکانه دلیلشی است که شما را با خبر بسازه. مثلا شما فرم پر میکنین برایشان میرسه و اگه ایمیل تاییدی هم برای شما پس دوباره روان میکنه، ایمیل تاییدی خود میبینین، شاید 3-4 روز بعد برای شما تماس بگیره. اگه نمبر از خودتون باشد خود بسیار عالی میشه، وقتی که از خود شما را قبول نمیکنه، از برادر، پدر، کاکا، ماما، خواهر، هر کسی که باشد، حتی قومای کمی دورترم، فقط برای زمان تذکر بدین که نمبر شما را ما دادیم و خواهشان اگر کسی زنگ زد مرا در جریان بمان. برای شما زنگ میزنه یا در واتساپ شما پیام روان میکنه که فلانی روز به خاطر مصاحبه در فلانی مرکز تشریف بیارین. فقط به می خاطر است. یکی بیای فردا هویت شما را تضمین بکنه یا کدوم گپی دیگه در نمبر تماس باشد نستک. و کلانترین مشکلی که فعلا دوستان باش روبرو هست همین هم برای تماس هست که از اکثریت کسا را قبول نمیکنه. دوستا بازم اگه کدام سوال بود، پیشنهاد انتقاد بود، شما میتونید در کامنت برای ما آزادانه و راحت بنویسین. دیگه ما انشاءالله حتما اگر کامنت شما رو جواب دادن نتونیم و خیلی مهم اگه بود حتما میان در موردش یک ویدیو خواهیم ساخت. خب زنده و سلامت باشین دوستای عزیز و یک خواهش کوچیکانه دارم که لطفا ویدیو رو با دوستایتون به اشتراک بگذارین تا دوستای دیگه هم خبر شوه و همچنان لایک و کامنت فراموشتون نشوه، چون یک ما را دلگرم میکنه به خاطر اینکه ما بیشتر کار بکنیم و به دلگرمتر فعالیت بکنیم به خاطر شما. زنده و سلامت باشین تا گزارش دیگه و ویدیو دیگه شما را به خداوند کریم را میسپارم. تا درود دیگر، بدرود.